بیا بیرون، بیارش بیرون به جام. سیانور خورد، بیارش بیرون به جام. برو آمبولانس خبر کن. برسر نگهبانم بگو بیاد اینجا. اون نخور از جات، بگو اصلاحشو بیاره پایین. مرد کی بود؟ یه دزد اومده بود خونمون دزدی. من گرفتمش آوردم اینجا که بدم تحقیق. تنهایی؟ تعریف کن ببینم. با چوب بیسبال زدم تو سرش. پس من برای پاسبونام باید چوب بیسبال بگیرم؟ من جدی گفتم آقا. منم شوخی ندارم. کی این حرفا رو باور میکنه؟ اون مسلح بوده. من نمیدونستم. جلوی من از اسلحه‌اش استفاده نکرد. چند سالته؟ 28 سال. چطوری اون مرد رو انداختی تو صندوق عقب؟ خودش سوار شد. ببینی؟ من زدم تو سرش، خب؟ بعد افتاد زمین، بعد خودش رو زد به موش مردگی. برای اینکه میترسید که من داد بزنم، چون اگه من داد میزدم پلیس میومد میبردش. خب بعد به من گفتش که بار اولشه که این کارو کرده، برای اینکه مادرش مریضه از این حرفا. من نمیدونم چرا از اسلحه‌اش استفاده نکرد. بعد من تظاهر کردم که میخوام فراریش بدم. خب بهش گفتم که باید بره توی صندوق عقب، بعدش هم آوردمش اینجا. گولش زدم.
بهت نمیاد تو صندوق عقب ماشینت چیزای قیمتی قایم کنی. دزدا قیمتی نیستن. کی گفت بشینی؟ لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. عزودی هستم. خب چی عزودی؟ پروانه. سردته؟ نه. پس چرا می‌لرزی؟ اینجا در شأن من نیست. رفتار شما خیلی بده. این اولین باریه که کسی از من بازجویی میکنه. رفتار من بده؟ چرا فکر میکنی داریم ازت بازجویی میکنی؟ ما فقط میخواییم موضوع روشن بشه. بشین. من یه دزد گرفتم. فکر نمیکنم کار بدی کرده باشم. آره؟ خیلی خوب. یه بار دیگه بگو چه اتفاقی افتاده. من میخوام با پدرم صحبت کنم. پدرت در جریانه؟ نه. یعنی پدرت هم نگفتی؟ باید با پدرم صحبت کنم. باید و نبایده رو ما تعیین کنیم. من سوال میکنم تو جواب میدی. نام و نام خانوادگی. گفتم یه بار. بازم بگو. پروانه عزودی. خانم عزودی، اون آقایی که داخل صندوق عقب ماشین شما بود کی بود و اونجا چه کار میکرد؟ شما نمیتونید با من اینجوری برخورد کنید. شما نمیدونید پدر من کیه. چقدر ترسیدم. پدرت کیه؟ یکی از همکارای خودتونه. همکار ما؟ بله، یه جورایی. چه جورایی؟ خودتون بهتر میدونید. تو از کجا میدونی؟ خودش بهت گفته؟ نه. پس چی؟ حد زدم. اگه ایشون همکار ما باشه، این دزدی معمولی نیست و کار شما خیلی سخت میشه. ما هم استثنایی برای کسی قائل نیستیم. تو چند سالته؟ الو. سلام جلیل. قربانت. جلیل، بین همکارامون کسی به اسم عزودی میشناسی؟ خانم عزودی، پدرتون همکار ما نیستن، ولی از شانس خوب شما آدم خوشنام. چون برید. البته بعداً برای توضیحات بیشتر خدمت می‌رسیم. سلام.
سلام. شبگرد تنها؟ اون پارچه رو ندیدی؟ دیدم. چرا اومدی تو؟ چون ناهم نبود. شما فکر کردی منو گرفتم واسه همین اون پارچه رو زدی. کدوم ازاری بودی؟ پیش یکی از دوستان. قرار بود تا دو بیای. نشد. خسته بودم. خسته بودی؟ داری دروغ میگی؟ تو مشکوکی؟ سر لباس تو ببین. به یکی دعوام شده. میدونی از این شب تا حالا چی کشیدیم؟ همه رو آواره کردی. سابوق سگ داشتم اینجا کشیک میدادم. برای چی؟ واسه اینکه اگه میگرفتنه جون هممون به خطر میافتن. قبلن هم گرفته بودم. مطمئنم طاقت یه ساعتش هم نداری. من اگه طاقتش رو نداشته باشم سیانور میخورم. داخل جرأت خوردن اونم نداری. سلام. خیلی خوب ببخشید. تو فکر میکنی همه چی با یه اصفایی حل میشه؟ من و مراد تمام شب آواره بودیم. نمیخواستم اینطوری بشه. رفتار دستلن سازمانی نیست امیر. تو جون همه رو به خطر انداختی. یک کلمه میخوام بدونم کجا بودی. خونه دوستم. تو دوستی نداری ما نشناسیمش. دارم و نمیشناسیدش. نه امیر، هرچی هست مربوط به نرگس میشه. تو نمیتونی اونو فراموش کنی. نمیخوای. سلام خانم. سلام. ببخشید خانم، نهار میایم پایین یا بیارم توی اتاقتون؟ میل ندارم. خانم، آقا تو اتاق باهاتون کار دارن.
بیا تو. از شهربانی زنگ زدم. سلام. خب پدر میشه باشه برای بعد. من الان حالم خوب نیست. حالت از من بدتر نیست. میدونی چه کار کردی؟ چه توضیحی داری بدی؟ در تمام اون مدتی که ما داشتیم دنبال اون میگشتیم تو اونو تو اتاقت پنهون کردی. چرا؟ اون تو اتاق من پنهون شده بود، داشت بیرون رو نگاه میکرد. من با چوب زدم تو سرش. چوب بیسبال. گفت زنش بار داره، مادرش احتیاج به عمل داره. تو خودت خوب میدونی که اون دروغ میگفته. از کجا میدونستم؟ اصلا بهش نمیومد. بچه رو تحویلش دادی؟ چون فهمیدم نازیو کشته. همه یه کارات احمقانه بوده، هم بخششت هم تحویل دادنت به خاطر اون سگ. احمقانه؟ متاسفم رفتارتو نمیتونم به چیز دیگه ای تعبیر کنم. پدر من عضو انجمن حمایت از حیواناتم، نمیتونم قاتل سگمو فراری بدم. تو کی میخوای بزرگ بشی پروانه؟ همین رفتارت باعث شد که نادر با یکی دیگه بذاره بره. نادر رفت چون میخواست بره، چون عشقش دروغ بود. عشق مال کتاب هاست، مال شعره. دست بردار. من اونقدر که شما فکر میکنین احمق نیستم. اون دوست نبود. دوست نبود؟ بهتون نگفتم به خودش سیانور داشته؟ دوست داشتم تو به من بگی. و اسلحه هم داشت. میتونستی بگی با اسلحه تهدید شدی. نیازی نبود. وقتی گفتم دختر شما هم آزادم کردن. طبیعیه، چون آدم سرشناسی هستم. آدم های سرشناس زیادی رو میشناسم که سرشون رو به باد دادن. تو واقعا نویسنده ای، اما ای کاش کارهای دیروز و امروزت تو تخیلت باقی میموند. تخیل؟ گفتم پدرم همکار شماست. چی شد که در مورد پدرت اینطور قضاوت کردی؟ همینطوری یه دستی زدم. باور نمی کنم. اگه فرض کنیم من دختر ساده ایم که هوش پایینی داره، باید باور کنین. اون دوست نبود، فعال سیاسی بود. فعال سیاسی؟ چرا اومده بود اینجا؟ نمیدونم. چرا میخواستی فراریش بدی؟ کنجکاف بودم، سعی کردم بفهمم چی به چیه. حالا به نتیجه ایم رسیدی؟ نه. پاش پاشو برو استراحت کن، دیشب نخوابیدی. پروانه بهتر از این قضیه چیزی به کسی نگی. چشم.
عجب، باز من دوست نیست. تکون بخوری با همین میزنم تو سرت. باش آروم، فقط میشنوه. خانم من هیچی بر نداشتم، به خدا دفعه اولمه. دفعه آخرت هم میشه. چطوری اومدی تو؟ دیوار. چرا صداش نمیاد؟ چه بلایی سر سگم آوردی؟ سگ؟ کدوم سگ؟ خب جی بیخیال شو، بزن ما بریم. برو. دم شما گرم. این بکی نمیشه رفت، بذار پنجره برم. دیگه چی؟ داد نزن. باز کن درو. دستاتو بگی بالا. گفتم دستاتو بگیر بالا. را بیفت. را بیفت دیگه. دستاتو بگی بالا. ای بابا آبجی، مگه قاتل گرفتی؟ با بیخیال شدی، غلط کردم، یه احتیاج داشتم. میدونم. بقیه دزدا برای خوشگذرونی از دیوار خونه مردم بالا میرن. چی کار داری میکنی؟ خیلی خوب خانم، صبر کنی، توضیح میدم برای تو. تو کی هستی؟ من جای شما بودم فرصت شنیدن واقعیت رو از دست نمیدادم. حاضرم باهاتون یه معامله بکنم. فکر میکنی تو شرایطی هستی که بتونی معامله کنی؟ من یه راز دارم. همسر من مدتی ناپدید شده. همسرت؟ ما تازه عقد کرده بودیم، یه مخالف بود دستگیرش کردن. کار خوبی کردن. نتیجه کارهای غیر قانونی همینه دیگه. بله، قانون همه جا هست، اما عدالت نه. کاری ندارم برای چی دستگیرش کردن. این ماجرا چه ربطی به پدر من داره؟ پدر شما با سواک در ارتباطه. پدر من؟ راست میگن آدم وقتی دروغ میگه نمیتونه تو چشمای طرف نگاه کنه؟ من دروغ نگفتم. محاله. اصلا فرض میکنیم که تو راست میگی و پدر من با ساواک در ارتباطه. تو اینجا چیکار میکنی؟ ساواک لیستی از زندانیای سیاسی به اداره پدر شما تحویل داده. از کجا فهمیدی؟ فهمیدش کار خیلی سخت نبود. از کجا؟ ما دوستانی داریم. داخل ساواک؟ اداره پدرت. داره جالب میشه. همون دوستاتون نمیتونستن این لیستو به دستتون برسونن؟ اینطوری مجبور نبودی این همه خفت رو تحمل کنی؟ دسترسی نداشتم بهش. بازم داری دروغ میگی. اگه اون اسناد طبقه بندی شده باشه امکان نداره از اداره خارج بشه. درسته، نباید خارج بشه، اما شده. پدر شما مشغول تهیه گزارش محرمانه یه مهمیه، چون قرار دست شخص به خصوصی برسه. کی؟ شخص اول مملکت. مگه اون اسناد چیه که این همه اهمیت داره؟ لیست زندانی هایی که به صلیب سرخ معرفی نشدن. خب قرار سر به نیست بشه. میخوام ببینم اسم همسرم توش هست یا نه. همین.
اگه کمکم کنین همه چیز بهتون میگم. اگه کمکت نکنم نمیذارم زنده دستگیرم کنه. من با خودم سیانور دارم. چطور باید حرفاتو باور کنم؟ توی اون گاف صندوق اسم همه زندانیا هست. خیلی خوب، من رفته بودم اونجا تا یه خبری از نرگس گیر بیارم. اسم نرگس هم اون تو بود؟ از کجا با خبر شدی؟ من به اما نمیخوام لو بدم. چرا؟ قسم خوردم. قسم بخوری؟ مبارزه که این حرفا رو نداره. اتفاقا من به خاطر همین حرفا مبارزه میکنم. به خاطر این حرفا. این تو این آشکار به تشکیلاته. ربطی به تشکیلات نداره. این یه موضوع کاملا شخصیه. توی تشکیلات هیچ چیز شخصی وجود نداره امیر آقا. تونست اون لیستو گیر بیاری؟ من ماشین رو آوردم، اما شما باید یکم صبر کنید. یکی از دوستام اینجاست. بهتره که پشت پرده پنهون شین. سلام. سلام. چقدر شانس تو بردم هنوز نرفتی بیرون. میخواد خودکشی کنه. کی؟ داوود دیگه. چرا؟ من بهش جواب ندادم. قبلا ازدواج کرده. یعنی دروغ گفته بهت؟
زندگیمو با دروغ شروع کنم؟ تو که نظر منو در مورد ازدواج میدونی. اگه واقعا خودکشی کنه چی؟ یکی کمتر. بیمسته. میدونی؟ تو فقط به درد همون انجمن حمایت از حیوانات میخوری. دیوونه ای دیگه. اسم سگ به اون بیریختو گذاشتی نازی. راستی ندیدمش. صداش نمیاد. مگه خبر نداری خانم؟ چی ماجرای دزدی دیشبو؟ راستش خانم دزده نازی رو چیز خورش کرده. برای بیرون رفتن از اینجا فقط یه راه وجود داره. امیدوارم تو صندوق عقب ماشین جا بشی. در این شب سر بیدارم و بس دلتنگ تو هم در گیر قفس با هر چه صدا با هر چه نفس فریاد از تو ای عشق. تو با من هم سفر بودی، کنارت زندگی کردم، تو از من بی خبر بودی. این بیراه بکن
فریاد.